فعل تو سنور سنور SNORE یعنی خور و پف کردن تو شب. خب مثلا خور و پف کردن. پس اگه بگید my brother، برادر من، my brother snores at nights، شبا خور و پف میکنیم برادر من. He snores at night. My brother snores at night. چون my brother میتونیم بگیم he. پس من اینجا فعل snore رو یه اسپش اضافه کردم. My brother snores at nights. شبا خور و پف میکنه. اگه یادتون باشه منفیش بخوایم بکنیم چیکار میکنیم؟ میگیم my brother چون هیه does not snore. این اس آخرشو میندازیم. Does not snore at nights. برادرم خور و پف نمیکنه. اگه بخواید بگید آیا برادرت خور و پف میکنه؟ پس از فعل do استفاده میکنید. میگید، یا مثلا میخواید بگید که او خور و پف میکنه، does استفاده میکنید. Does he snore at nights؟ ببینید دو مرتبه اسی رو که بعد از snore گذاشته بودیم انداختم. Does he snore at nights؟ اون شبا خور و پف میکنه. خب همین فعل snore اگه بخوایم گذشتهش بکنیم، یادتون باشه گفتم بعضی فعلا با قاعده است، بعضیاش بی قاعده، ایدی میگیره. خب این خودش یه ای داره آخرش، پس دیگه ما احتیاج نیه یه ای دیگه بذاش اضافه بکنیم. میگیم snored. snored و قسمت سوم فعلم همون snoreده. حالا یه فعل دیگه to believe، ببینید اینم با ای تموم میشه. خب یعنی باور داشتن، قبول کردن، باور کردن. اگه یه کسی داره داستانی بهتون میگه که قبولش ندارید یا قبولش دارید، بذار بگم I believe your story. من داستانتو قبول دارم، این داستانی رو که بهم گفتی، هرچی بهم گفتی قبول دارم. I believe your story. برای منفی کردنش میگید I do not believe your story. قبول ندارم. پس چون آیه از do not استفاده میکنید، یادتونم باشه یه جای دیگه گفتم do not رو میتونید خلاصش بکنید don't. I don't believe your story. داستانت رو قبول ندارم. I don't believe your story. خب مثلا میتونید بگید Do you believe my story؟ داستان رو که بهت گفتم قبول داری؟ باورش میکنی؟ Do you believe my story؟ داستان رو که بهت گفتم باورش میکنی؟ خب این فعل believe گذشتهش میشه همون believed، قسمت سومش هم میشه believed. فقط یه چون ای داره فقط دی بهش اضافه کردم. تو این ویدیو و ویدیوهای آینده فقط میخوام چند تا فعل جدید یاد بگیرید، همچین زیاد زمانش برامون چیز نیست، مهم نیست. فقط فعل چند تا واژه است یاد بگیرید. یه فعل دیگه to collect. collect یعنی جمع کردن. جمع کردن، پلوی هم آوردن. یه مثالش اینه که I collect coins. coin یعنی سکه. coins سکه های مختلف. اگه یه کسی باشه که دوست دارید سکه های مختلف مال کشورهای مختلف رو جمع بکنید و نگه دارید و از اینایی هستید که نگه می دارید یه روزی قیمتش بره بالا،
اونو بهش میگن کوین کلکتر. کوین کلکتر، کوین کلکتر، همین کلکتر میذارید و یه او آر بهش میچسبونید. پس وقتی میگید I collect coins، یعنی من دوست دارم که سکه های مختلف دنیا رو جمع آوری کنم، نگه دارم. خب هنوز ادامه ویدیو 302. To speak یعنی صحبت کردن، حرف زدن. گذشتش میشه spoke، S-P-O-K-E. قسمت سومش میشه spoken، spoken. پس to speak یعنی حرف زدن. مثلا شما میگید که مادر من، میخواید بگید که مادرتون سه تا زبون صحبت میکنه، میگید my mother speaks three languages. language یعنی زبان، languages یعنی زبان ها، چون سه تا زبان صحبت میکنه میگم three languages. my mother speaks three languages. یادتون باشه اگه بخوایم اینو منفی بکنیم، چون my mother اونه، اوه، شیه دیگه، شی، میتونیم جای mother بگیم شی. بین شی و فعل یه does not میذاریم، پس میگیم شی does not speak three languages. نه اون سه تا لنگویج صحبت، سه تا زبون صحبت نمیکنه، دو تا مثلا صحبت میکنه. پس اینجوری منفیش میکنیم. پس فعل speak رو یاد گرفتید. like که میدونید to like یعنی دوست داشتن، خوش، از یه چیزی خوشتون بیاد، دوست داشته باشید. بعد گذشتش هم میشه liked، قسمت سومش هم میشه liked، فعل باقاعده است. حالا اگه یه چیزی مثلا خوشتون نیاد، خیلی وقتا توی انگلیسی یه dis، بعضی افعال اینجوری هن که یه dis بذارید اولشون، مثلا میگی خوشتون میاد میشه dislike، خوشتون نمیاد، یه حالت منفی بهش میده. مثلا من بچگی که بزرگ میشودم ماهی خوشم نمیومد. خب هم میتونم بگم I did not like fish، ماهی دوست نداشتم، چون گذشته، زمان گذشته از did not برای منفی کردنش استفاده کردم. یا میتونید بگید که I disliked fish، when I was in Iran، من از ماهی خوشم نمیمد وقتی ایران بودم. I disliked fish، از ماهی خوشم نمیمد. همون dislike هم چون از فعل like میاد، گذشتش میشه disliked، قسمت سومش هم میشه disliked. یه فعل دیگه to swear، swear یعنی قسم خوردن. یه معنی دیگه هم داره، جالبیش اینه که بعضی وقت آدم فش و فحاشی میکنه، اونم میشه swear، ولی اینجا میشه قسم، قسم خوردن. گذشتش هم میشه swore، بعد قسمت سومش هم میشه sworn. مثلا میرید تو دادگاه، قاضی میگه شما قسم خوردید که دروغ درست بگید و اینا، میگید آره من دستم رو بلند کردم و قسم خوردم. بعضی وقتا میگید I swear to God، من به خدا قسم میخورم. این God هم اصولا حرف اولش که جیه، با جیه بزرگ مینویسید. I swear to God یعنی به خدا قسم میخورم. یه گذشتش رو بخواید بگید، میگید آره من رفتم جلوی قاضی و I swear to God، یعنی به خدا قسم خوردم، قسم دادم.